نزد میراث‌های بودایی افغانستان خوش آمدین. ساحات بودایی را نشان میده. یادتان باشه ما به تپه نارنج رفتیم، به شیوکی رفتیم، به تپه قلوتود رفتیم. باید بگیم که بودا 2500 سال قبل از امروز در نیپال به دنیا آمد. برجسته‌کاری را که می‌بینه اصلاً ای امو زندگی زندگی بودا را به تمثیل می‌کشه، که البته خود بودا کی بودا و در کجا متولد میشه. بودا یک شاهزاده هست که به نام سیدارتا گوتاما هست در نیپال امروزه. در 564 قبل از میلاد ای به دنیا میایه و البته ای در اونجا وقتی که به دنیا میایه تا ای که به جوانی میرسه در خاندان شاهی است، تماماً ناز و نعمت زندگی را دارد. خب اما این میخواد که حقیقت پیدا بکنه و این یک روشنی پیدا بیاید و تا جامعه را از بدبختی هایی که وجود داشت نجات بده. میخواد که دین بودیسم رشد بده، نه تنها در سرزمین هند بلکه ایره بکشانه به کشورهای جنوب هندوکش و حوزه که امروز افغانستان است به اینجا بکشانه. یک پارچه سنگ است، اما چه زمانی ارزش پیدا میکنه؟ وقتی انسان ها برازی یک طرح یک رنگ روی دیگه میبخشه که هم زندگی بودا را داشت تفسیر میکنه. ببینی هر اثر تاریخی از نگاه قدامت خود یکی خودش تاریخی است. وقتی که بشری در دست میزنه در ازی یک چیز کندنکاری یا برجستکاری را انجام میده، خودی از او هنر او زمان را نشان میده. دوم هر وقتی که در اینجا هر تصویر را میبینی، تصویر خودش برای ما سخن میزنه که این چی هست. این یک کتابی است. اگر ما یک کتاب وقتی که میخوانیم هر خطی از این یک متن برای ما میرسانه، همون قسم اینی برجسته‌کاری هم هر جزی از این ما را به یک جزی از زندگی بودا میبره. آثار که شما در اینجا میبینید از بیشتر ساحات افغانستان به دست آمدن و به موزیم ملی ما انتقال پیدا کردن. هر کدام از اینا قصه هایی را بر ما میگن و چیزهایی در اینجا از مجسمه یا هر آثاری که در اینجا است دیگه اینا همیشه به تاریخ تبدیل شدن، اما ما را بسیار کمک میکنن تا در مورد گذشته های ما بدانیم که در افغانستان در زمان بودایی چه چیزهایی بودن. یکی از مورخین چینایی به نام هوان سنگ وقتی که میاد در قرن هفتم میلادی وارد افغانستان میشه و این بعض استوپه ها را و بعض معابد بودایی را متعلق به شاه موریا یا آشوکا میدانه، که این ادعای از ایره کتیبه ای که از شهر کنه قندهار و اسروبی به دست آمده ایره ثابت میکنه که در اون کتیبه اقتدار قوانین و اخلاقیات دین بودیسم البته بنش رسیده بود که او خودش گواهی عزی هست. اما نه تنها ما نمیتونیم بگوییم که یه آشوکا بود، بعد چون آشوکا اساسگذار انتشار دین بودیزم بود، بعد از آشوکا شاههای دیگه ای هست که حتی یک کسی به نام میناندر که شاه یونان باختری بود در قسمت انتشار دین بودیزم در این سرزمین کمک میکنه و بعد از او کنشکا هست. در اینجا آثاری که هست باید بسیار زیاد اماردشان مطالعه کرده باشیم، کتاب خوانده باشیم تا بتانیم قصه هایشان رو بیشتر بفهمیم. اما موزیم ملی ما در قسمت پایین هر کدام اینا بر ما معلومات را ارائه کردن به سه زبان که در برنامه قبلی هم براتان گفتم، به زبان انگلیسی، پشتو و دری، تا ای که اگر ما اینجا میاییم اینا را میبینیم کما هم در موردشان معلومات بگیریم. مثلا این سر مجسمه که شما میبینین و بسیار فکر من را طرف خود جلب کرده
این مجسمه باید براتون بگیم که ممکن گفته از کدام خانم باشد، در دور سران نواری با چشم میخورد و دارای تزینات گلمانند در قسمت بالای پیشانی میباشد. چشمان نیمه باز و بزرگ هست. بله، چشمانش نیمه باز است. پس اینا بر ما یک صحنه تاریخی رو به نمایش میگذاره. این مکتب رفتن بودا هست و این صحنه مرگ بودا هست. مثلا افتیده ای یک جای از زمین است که اموار افتیده و یعنی مرده به شکل بسیار به شکل که دستش زیر سرش است، اما تو از دنیا میره و حالت مرگ بودا هست. اینو کسایی که آمده در پهلوی بودا هستن، البته این مجسمه هست که در او قسمت شما میبینی سرش از بین رفته، اینجا کسای دیگه است که در وقتی که بودا از بین میره گردش آمده و ایره امو حالت مرگش به حساب دوران میبینن. اینجا پولوی از این صحنه های بودیزم است که یعنی مردمی که چگونه میرفتن به معابد، چگونه تحفه میبردن. و در اینجا هم تختی هست که در قسمتی از او بودا در بالای تخت نشسته و در حالت احتمال داره که این حالت امو بیان امو فلسفه یا امو اخلاق بودیزم بوده یا تدید حالت تدریس است یا در حالت اطمینان هست که نشان میده. و اینی درخت ها یکی از علایم درخت بودیزم است که بیشتر ایره برای حساب بودا ایره رفت میدن. بودا چهار اصل به پیروان خود تبلیغ نمود. این چهار اصل عبارت از حقیقت رنج و عذاب، اسباب رنج و عذاب، تخریب رنج و عذاب و طریق نجات از این رنج و عذاب، که این نجات از رنج و عذاب از طریق هشتگانه زیل به دست می آید. اول، دیدگاه درست، آرزوهای درست، گفتار درست، رفتار درست، زندگی به طریق درست، کوشش به طریق درست، مواظبت درست و تفکر درست. مجسمه‌ای که مربوط بودا میشه همین حالت است. یک دست تیز و دستشان آب زندگانی است. نه، حالت‌های مختلف داره. مثلا ما میتونیم حالت تدریس بگوییم، حالت تفکر هست و حالت‌های مختلف است که یه بیشتر حالت به حالت اطمینانش هست. و در قسمت دست عزیز شما ببینی یک چرخ هست که به نام چرخ و یا همون فلسفه از زندگی بودا را میگن. و بعضی هاش در قسمت دستش یک خال داره که اون نشان از قدرت و عظمتش نشان میده. مثلا میگن بودا یک چشم سیوم در ازی روشن با وجود آمد که این یعنی با یک دید دیگه دید دنیا را، یعنی روشنی بیشتر شد. به همون خاطر از که بعضی ها میگن مثلا چشم سیوم میگن یا اورنام و چشم سیومش هست و اینا هست که ما در اینجا میبینیم. اما تو که برای شما گفتم که علایم داره، مثلا یکی گوش هایش دراز است، زیادتر نسبت به دیگرها دراز است و دیگه مثلا چشم سیوم داره، دستایش فرق داره، مثلا پاهایش از اما تو فرق. تقریبا 30 تا 36 علامه داره که نسبت به افراد دیگه بودا فرقش بوده. در اینی مجسمه را که شما میبینی، این مجسمه در قسمت شانای ازی یک شعله آتش میبینی، در از قسمت پای ازی هم آب جریان داره که ایره به نام معجزه خالق العاده یا سیراوتی هست که یاد میشه. خب در اتاق چیزایی هست که ما همیشه دوست داشتیم. از جایی که اینا آمدن با اوجا یک دفعه برم، یکی از آرزوهایم است. بریم یک دفعه داخلش. مثل اینک ساحه بستونی هست که در 38 کیلومتری جنوب غرب کابل موقع داره در ولایت لوگر و یک ساحه است که معدن بزرگ مس در اونجا قرار داره. برعلاوه که معدن مس هست، یعنی معدن بزرگ مس در سطح دنیا اگر ما بگویم هست، مبالغه نیست. در اینجا این ساحه یک ساحه بستانی هم هست، یعنی در از این انسان ها زندگی میکردن از قرن اول 2-3-4 میلادی. و خود این مثل اینک امی ساحه مثل اینک یکی از شاخه های راه ابریشم، کمی مسیر راه ابریشم هم در اینجا هست که کاروان هایی که در این مسیر راه ابریشم رفت آمد میکردن از این مسیر میگذاشتن.
که البته این صحه باستانی بر اولین بار در 1973 توسط باستانشناسای افغان فرانسه کشف شد، اما بعد از اینکه جنگ ها شروع شد و تا 2008 و 2009 تا 2008 این صحه به حالت اولیش مانده بود، دست ناخورده بجز اینکه افیاد غیرقانونی بعضی ها صورت گرفته بود، دیگه کار در قسمت باستانشناسی یا آثاری از این صورت نگرفته بود. در سال 2008 زمانی که کمپانی MCC چینایی داوطلبی استخراج مس میگیره، چون این ساحه باستانی بود، باستانشناسای افغانستان در این ساحه میرن تا این ساحه را باز کنن و آثار باستانی از زیر خاک بکشن، که وقتی که در این ساحه میرن شروع به افیاد میکنن، برمیخوردن با آثارهای قدیمی از جمله دوران بودیزم که بیشترین آثارها را از اینجا پیدا میکنن. وقتی که اینا باز میکنن از زیر زمین استوپه ها را به دست میارن، قسمت های از مجسمه ها هست که در حالت های مختلف هست، مجسمه های بسیار بزرگ هست، نقاشی های دیواری هست که در اینجا پیدا میشه و سرامیک ها هستن که سرامیک ها در شناخت ساحه باستانی و تاریخ ساحه سرامیک نقش اساسی را داره، که در از این مثلا شما تصاویر داره، نوشتاره ها را داره، در دیگه داره که در اینجا هست و بعدا این ساحه انکشاف پیدا میکنه که در اینجا یک قریه بود به نام علی بابا که مردم هم از ساحه کوچیدن و ایره که چرا انسان ها این منطقه را، یک منطقه دورافتیده را ایره به خاطر زندگی خود اینا انتخاب میکنن، در امو زمان سابق هم اینا تانسته بودن از مسی از این ساحه به شکل ابتدایش استخراج کنن، ظروف بسازن، مثلا سکه ها را بسازن، برنامه‌ای که از ظروف گلی و دیگه چیزا استفاده میکردن از مسی ساحه هم استفاده کردن. جالب است. یک تعداد سکه هایی را که گفتم از اونجا ما به دست آوردم که اینا هم از همون مس، همین مس عینک استفاده شده، یعنی استخراج از اون مس است و همون جز به خاطر داد و ستد سکه هایی است و سکه های نقره‌ای هست که از اونها از اون ساحه پیدا شد، احتمالاً از جای دیگه آورده شده باشه. قالب های مجسمه هست که وقتی اینا چگونه میتونستن مجسمه را خوبتر بسازن، صورتش قالبش هم میگرفتن میساختن و او را در آتش میداختن، تویق سخت و گل دیگر را وقتی در روی ازی میزدن دوباره میکشیدن و شکل مجسمه های بسیار اساس. اینا تیرسوز هایی است که در معابد ازشان استفاده میشن. دودهایش شما میبینین، این بر ما نشان میده که حتما در یه چیزی میساختن و حتما این نشانه از او هست. اینا چقدر مقبول هستن. معبد بودایی بگویم یا جایی که به حساب بودایی ها می آمدند و در عظیم ساختند، در این قسمت هاش مجسمه های از بودا را می ماندند و در داخل از این یا خاکستر از بودا را یا دندان از بودا را و با یک جبه به نام تبرکات یا لیکاسکت یاد می شه که در از او خاکستر هست، طلا هست، نقره هست، سکه هست و یک تعداد جبهه‌های فلزی و بعد از اون جبهه فلزی دبن جبهه سنگی و همون تو طلا و نقره و فلز بعد از اون میاد سنگ و در ازی میموندن و دیگر در ازی را امیر قمجور میکردن و در قسمت پایینش را میموندن و در اینی رواقایی که هست ایجا مجسمه های بودا را میموندن. مربوط افغانستان میشه، از قسمت گلدره هست که فعلا فکر میکنم متاسفانه قسمتش تخریب شده، که این خودش نه تنها برای ما من نسل‌های بعدی ما کسایی که در این سرزمین زندگی خواهد کردن چندین هزار سال هم این بسیار ناراحت کننده و یک تاریخ بسیار بدی را ما برای زینا خواهد داشتن. متاسفانه تعمیر موزیم گنجایش نمایشگاهی بیشتر نداره و ما در امی سال تصمیم داشتیم که این امی نمایشگاه را فعلا هم سر ازی کار جریان داره که این نمایشگاه کاملا تغییر کنه و آثار جدید و آثار بسیار نامی بیاریم در اینجا برای نمایش بگذاریم، که البته اقتضاد پروسه هایش هم تایید شده. امیدوار هستیم که ما بتانیم یعنی سال آینده شاهد عزیز باشیم که ما یک نمایشگاه جدید به نام مس عینک داشته باشیم. بله، من واقعا منتظر شدم. انشالله که میشه. خب پس این اتاق هم حرفایی بود که مربوط به مس عینک باشه. بله.